ساعتی قبل ادمین پیج آشپزی خانم مریم امیرجلالی با انتشار عکسی از حال وخیم ایشون در بیمارستان از مردم خواست برای ایشون دعا کنند. با ما همراه باشید تا در این ویدیو با زندگی نامه ایشون بیشتر آشنا بشید. مریم امیرجلالی متولد 29 آذر ماه سال 1326 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیون، تحصیل کرده در مقطع فوق دیپلم رشته حسابداری. اولین بار در 47 سالگی جلوی دوربین رفت تا اینکه با خانه به دوش رضا عطاران به شهرت رسید. در بیمارستان ایران شهر تهران به دنیا آمد و شایعه همدانی و ملایری بودن ایشون صحت نداره. مرحوم پدرش ارتشی بود و 4 خواهر و برادر هم دارد. میگوید در محله صفی علی شاه تهران بزرگ شدم و پدرم هم بچه محله در خونگاه تهرانه و تمام فامیل پدرم هم در محله منیریه و آن اطراف زندگی میکردن. قبل از انقلاب به عنوان حسابدار در وزارت بازرگانی استخدام شد تا اینکه بعداً در انتشارات خوارزمی مدیر مالی بود تا اینکه در سال 1378 بازنشسته شد. در رابطه با ورودشون به عرصه بازیگری این چنین میگویند: به طور اتفاقی در سال 1373 وقتی 47 ساله بودم بازیگر شدم. ماجرا هم از این قرار بود که طبقه اول ساختمان ما لوکیشن نخستین فیلم بهمن زرینپور بود. من که زیاد برای تماشا به آنجا میرفتم، برای ابراز ارادتم به آقای علی نصیریان، برزو ارجمند و زیبا بروفه که بازیگر آن کار بودند کیک میبختم و میبردم. یک روز آقای نصیریان ازم پرسید چه شغلی داری که گفتم در انتشارات خوارزمی مشغولم، که ایشان با هماهنگی آقای زرینپور روز بعد من رو به لوکیشن دعوت کردند و بعد از چند تمرین جلوی دوربین رفتم. برای دومین بار سال 1375 با سریال تهران 11 خانم مرضیه برومند جلوی دوربین رفتم تا اینکه سال 1381 با پشت کنکوری ها 5 تجربه بازیگریم را به دست آوردم. اما شهرت ایشان از سریال خانه بدوش در سال 1381 به کارگردانی رضا عطاران در نقش ناهید شروع شد. در زمینه تئاتر در سال 1384 اولین بار با نمایش تاوان به روی صحنه رفت و سال 1388 هم در نمایش 20 ستاره حضور داشت تا اینکه گفت علاقه به تئاتر و بازی در آن ندارد. خانم مریم امیرجلالی قبل از انقلاب ازدواج کرده که ثمره این زندگی تنها یک دختر به نام هدیه است که ساکن خارج از کشور بوده و 2 نوه هم دارد. هر از گاهی در شبکه‌های مجازی از آقای علی دایی و آقای مجید یاسر به عنوان دامادهای ایشون یاد میشه که صحت ندارد. همسر آقای علی دایی خانم مونا فرخ آذری می باشد و همسر آقای مجید یاسر سرکار خانم مهشید حبیبی بوده که حتی تشابه اسمی هم ندارد. خانم مریم امیرجلالی در مصاحبه می گفتند من دختر یک درویش هستم، بنابر این از تجملات بیزارم. تنها چیزی که از پدرم به خاطر دارم اینه که تابلوی روی دیوار داشت که روی آن یک بیت شعر نوشته بود: در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست، هر جا که صفا هست در آن نور خدا. ایشون همچنین در رابطه با وضع مالیشون در مصاحبه اینطور گفتن: عده‌ای فکر میکنن که اگر مریم امیرجلالی ماشین فلان قیمت زیر پایش است، پولش را از بازی در نقش‌هایی که بازی کرده به دست آورده. در صورتی که به این افراد میگویم نه عزیز من، بنده از این راه به این پولا نرسیدم. کسانی که من رو میشناسن میدونن که قبل از بازیگر شدنم و قبل از انقلاب بهترین ماشین زیر پایم بوده. آنقدر به شخصیت کاریم اهمیت میدم که به دلیل پول در هر کاری بازی نمی کنم. ایشون همچنین در رابطه با خوانندگی و کنسرت هم این چنین گفتن: علاقه من به موسیقی بر کسی پوشیده نیست. من از دوران کودکیم به این حرفه علاقه من بودم و همیشه دوست داشتم در بستری درست این هنر رو دنبال کنم. مدتی شرایط پرداختن به موسیقی برام فراهم شد و به همین دلیل تصمیم گرفتم در راستای بازیگری به هنر موسیقی که همواره بر این در اولویت قرار داشت بپردازم. وقتی از ایشون در رابطه با آشپزی و دستپخت سوال شد این چنین جواب دادم:
خدا رو شکر دستپختم هم خوب است و میهمانانم موقع خوردن راضی بودن. من همیشه با عشق آشپزی میکنم که اگر با عشق نباشد اصلا به درد نمیخورم. من آدم خیلی رک و صریحی هستم و احساسم را نسبت به آدمها بروز میدم و برخلاف عده‌ای بی خودی نقش بازی نمیکنم. از خرید وسایل اضافی به خصوص در سفر بیزارم و همه کسایی هم که به منزل من میان گفتم که برای من هیچ وسیله‌ای نیارم. تنها چیزی که علاقه دارم گل و گلدان. زمانی که در وزارت بازرگانی مدیریت بخش مالی بودم 14 کارمند آقا داشتم که اگر سختگیری و عصبانیتی از خود نشون نمیدادم آنها بازده مفیدی نداشتن. فکر کنم همین عصبانیتم باعث شد آن زمان در بخش مالی وزارت مشکل خاصی پیش نیاد. خانم مریم امیرجلالی در قسمتی از شام ایرانی گفت من چون عاشق غذا خوردنم نمیام شکمم رو با سبزی و سالاد و گندم خیس کرده و بلغور آفتاب دیده سیر کنم. جدیداً مد شده میگن ما گیاه‌خواری، اما من گیاه‌خوار نیستم. گیاه برای بوزه. کارهای سینمایی ایشون عبارتند است: ما خیلی باحالی، سال 1396، خالتور 1396، دخترمو و پسرمو 1396، 24 سپتامبر 1394، بازنشسته ها 1391، مردها دروغ نمیگویند 1390، شبکه 1389، چگونه میلیاردر شدم 1389، آخرین مجرد 1388، افراطی ها 1388، به دنبال خوشبختی 1388، چراغ قرمز 1388، ثروت خفته 1387، پوپک و مشماشالله 1387، آقای هفرنگ 1387، از ما بهترون 1387، مهمان 1386، مادرزن سلام 1385، نصف مال من نصف مال تو 1385، دم صبح 1384، افسون 1383، مربای شیرین 1380، شبهای تهران 1379. کارهای تلویزیونی ایشون هم عبارتند است: ناخونک 1398، هیئت مدیره 1396، خاتون 1394، روزهای بد به در 1393، بیقرار 1392، اولین انتخاب 1392، تلفیلم آن روی زندگی 1392، تلفیلم ماشین مشتی ممدلی 1391، دختری به نام آهو 1390، توته فامیلی 1390، تلفیلم قبر مشترک 1390، راز و نیاز 1390، چارچرخ 1390، زیر 8 1389، تلفیلم پسر ارشد من 1389، چهار دیواری 1388، جاده در دست تعمیر 1387، پنهان اما آشکار 1387، چهار خونه 1386، ترش و شیرین 1385، متهم گریخ 1384، قنچه و خالجون کوکب 1383، رسم شیدایی 1383، خانه به دوش 1383، نقطه چین 1382، نوعروس 1381، پشکنکوری ها 1381، ستاره باران 1381، چای قند پهلو 1380، داستان یک شهر 1378، هتل 1377، تهران 11 1375، زیر گنبد کبود 1374. امیدواریم که خانم مریم امیرجلالی خیلی زود بهبودی خودشون رو به دست بیارن. مرسی که تو این ویدیو هم ما رو همراهی کردید. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید، این پست رو اگر دوست داشتید لایک کنید و نظرتون رو حتما زیر این پست کامنت کنید.